زنده باشید بینندگان محترم، خوب گوش کنید جواب مرا و خوب یاد بگیرید جواب مرا. شان سوالشان درباره داعش و گروه های امثال داعش هست که موقف شیعیان در برابر این گروه ها چی باشه. ببینید اینجا جماعت دجالیه از حرفای من سوء استفاده می کنند. حرفایی که من نگفتم آن را به من نسبت می دهند، میگن الله یاری گفته بر علیه داعش حرکت کردن حرام هست و جهاد حرام هست. و همین امشب آقای قزوینی رفته در تلویزیون خود گفته که الله یاری داعش در عراق جنایت میکنه و الله یاری میگه که جهاد حرام. خب آقای قزوینی شما یک کمی از خدا بترسید و حرف مرا اونطوری که هست بفهمید، و اون وقت اگر ایراد متوجه حرف من بود اون وقت مرد بشوید ایراد و اشکال را مطرح بکنید. بینندگان محترم، اون چیزی که در عصر غیبت جائز نیست قیام جهاد ابتدایی هست، جهاد بر علیه کفار. مثلا ما بریم چین را فتح بکنیم که چین مسلمان بشود، این در زمان امام زمان علیه السلام است. جهاد ابتدایی بر علیه کفار اجماع علماء ما بر این قائم هست که این در رکاب حضرت ولی عصر علیه السلام خواهد بود، و همچنین قیام از برای بر علیه سلطان جائر از برای اصلاح امور. مثلا شما فرض بکنید که یک شهری هست، فرض بکنید مانند لبنان مثلا، دولتش نیمه مسیحی نیمه عمری نیمه مثلا طایفه دیگر، ما اینجا قیام بکنیم که اینجا کشور دولت اسلامی تشکیل بدیم. حالا دولت اونجا ظالم هست، یک مقدار ظلم میکنه، اما اینطوری نیست که بیاد که شیعیان را قتل عام بکنه یا بخواد شیعیان همگیشان مسیحی بشن، اینطوری نیست، کار به این کارا نداره، ظلم خودشان میکنه کم بیش، اما دشمن جان و مال ما نیست، با ما این کار نداره. اینجا هم عرض کردیم که اینجا جایز نیست قیام بکنید. امر به معروف نهی از منکر واجبه، کمک مظلوم لازمه، بله، اما این که آدم شمشیر بکشد قیام بکند، این را اهل بیت علیهم السلام منع کرده. اما در جایی که جان و مال مردم در خطره، یک فرض کنید، حالا من مثال داعش را نمیدهم، مثال دیگر میدهم، حالا به داعش هم برمیگردم، فرض کنید شما در یک قریه هستید، اینجا 100 خانوار اونجا مسلمان شیعه و غیر شیعه اونجا هستید، اونجا یک دشمنی آمده کافر مثلا، اون دشمن کافر میخواد عمله بکنه تمام این 100 خانوار را قتل عام بکنه. خب اینجا یا شما قدرت بر دفع اون بلا دارید یا ندارید. اگر قدرت بر دفع آنها دارید، اینجا لازم و ضروری هست که شما مردانوار بیستید، اونها را بگید که اگر نزدیک آمدی بعد چنان درسی بدم که دیگر تا ابد طمع در مال ما پیدا نکنی، و اگر نزدیک آمد اونها را با شمشیر بر کله اونها آنچنان بنوازی که دو شق بشوند، یعنی اونها را جنگیدن و دفاع کردن در این صورت لازمه که دیگر اونها مزاحم شما نشوند. یا یک جایی هستید شما، فرض بکنید در یک منطقه هستید، راه‌ها خطرناک، یک عده دوست پیدا شده راه‌ها را میگیرند، بله، کسی را در راه گیر بکنند، اونا را میکشند، زن و بچه‌شان میکشند، مالشان میبرند یا زنش را به اسارت میبرند، از این کارا. خب اینجا لازم هست که شما یک چند نفر مرد دست به دست هم بدید، برید اونا را پیدا بکنید، اونها را، بله، در کوه‌ها اونجا هر جای کندوزا پنهان میشن، برید اونها را گردن بزنید، از بین ببرید، بله، و این مقدار لازمه. یا یک کشور یا شهر یا مثلا یک دشمن پیدا شده میخواد بر این شهر حمله بکنه، اهل این شهر را تاراج بکنه، بکشد، مسادیش را ویران بکنه، شما اینجا لازمه هست که به همین مقدار مردانه بیستید که دیگر اونها نابود بشن، از بین برن، یا دیگر طمع پیدا نکنن، دیگر از این فکر مایوس بشون که مزاحم شما بشون، این مقدار لازمه. و لازم هم نیست که در این امر رهبر شما امام معصوم علیه السلام باشه یا نائب امام زمان علیه السلام باشه یا مجتهد باشه، در این کار شما میتونید، بله یک آدم لات خیلی خوبی، یک لات با غیرت، یا شراب هم میخوره بقی وقتا، اما آدم خیلی با غیرتی، بر علیه این دشمن یا این عده راهگیر یا این عده دزد یا اون عده دشمن کافر خوب مردانوار میجنگ، شما با اون همکاری بکنید اشکالی نداره، در این امر، در این مقدار که دشمن دفع بشه، آدمای خوب با پیدا بشه بهتره، اما آدم خوب نبود، بله، با اون همراه بشید در این کار، در این مقصد، این اشکالی ندارد، بله.
با عمری هم دست بشوید، با نصرانی هم دست بشوید، با یهودی هم دست بشوید، با کافر، با مسلمان، با دجالی، با هر طایفه باشد، که این شر دفع بشود، این جایزه. خب حالا که این مقدمه بیان شد، به داعش برمی‌گردیم. داعش یک گروهیه. حالا اصل اینا را من اطلاع ندارم که اصل تشکیل داعش از کجا هست، که این را آمریکا درست کرده، عربستان سعودی درست کرده، یا اونطوری که بعضی گزارش ها موجوده که اینها اصل تأسیس اینها به دست سوریه و به دست ایران هست. این را من اطلاع ندارم، اینها یا یک وقتی روشن میشه یا شاید هیچ وقت روشن نشود. و آن چیزی که روشنه که من دیدم بعضی چیزها را که دولت عربستان با داعش خیلی حساسیت داره و از داعش خیلی میترسد، و این یک قرینه دیگریه که اصل تأسیس داعش به دست بشار اسد و ایران بوده. خب حالا هر طوری باشد، داعش، سپاه صحابه، لشکر جنگوی، این گروه های تروریستی که میخواهند که شیعیان را قتل عام بکنند، زنان شیعه را به کنیزی بگیرند، مساجد شیعه را ویران بکنند، اگر دستشان به قبور ائمه علیهم السلام برسد اونها را از بین ببرند، موقف شیعیان درباره اینها چی باشد؟ موقف شیعیان، بینندگان عزیز، مثلا در عراق اینه، اون چیزی که من در تلویزیون عربی خود گفتم که شیعیان باید مردانه، بله، مانند دیگر هیچ راه و چاره دیگر نداره. این که بعد صبر بکنن و داعشی بیان وارد بغداد بشن، دخترای شیعه را از بغداد ببرن، بله، از اون زندگی مرگ بهتره. از این که داعشی ها بیاین مثلا وارد کربلا بشن، حرم امام حسین علیه السلام را جسارت بکنن، از اون روز مرگ خیلی بهتره، مرگ خوردن خیلی بهتر. شیعیان باید در این که داعش را نابود بکنن، داعش را نه تنها دفع بکنند، باید عراق قبرستان داعش بشود، باید کمر همت بالا بزنند. و بله، لازم هم نیست که رهبر شما در اینجا اون قائد عسکر شما یک ولی خدا باشد، نه، همین مقدار، همین شیعیان علا لشکر خود ارتش عراق، یا مثلا هر کسی که مخلصه در این امر، هر کسی که واقعا میدانید که مردانه با داعش میجنگد، در کنار اونها بیستید و داعش را، بله، و گروه هایی که امثال داعش هستند که جنگیدن، نه ما نمیگیم جنگ با عمریه، نه، عمریه داعش از عمری ها خیلی کشته، در خود سوریه داعش از گروه های عمری خیلی زیاد قتل عام کرده، از جبهه النصره، بله، جیش الحر و غیر اونها زیاد کشته، اختلافات اینها با عمری ها شدیده خود داعش. خلاصه این مقدار که اینها نتوانند شیعیان را اذیت بکنن و دستشان به مقامات مقدسه برسد و شیعیان در شهرهایشان، در قریه هایشان در امان باشند، این لازم و ضروری است، این لازم و ضروری است، این مقدار، و باید این کار را بکند. و دولت عراق هم باید دیگر، من گفتم در برنامه عربی خودش، که اختلافات خود را کنار بگذارند، باید مردانه همت بکنند و از هر طریقی که می شود، هر راهی که دارد، دوستی با کشورهای خارجی هست، هیچ اشکالی نداره، روابط خود را بهتر بسازه با کشورهای شرق و غرب خیلی خوبه. به خاطر کدام هدف؟ به خاطر همین هدف که اینها را نابود بکنن، اینها را مردانه آنچنان بزنه که دیگر درسی به اینها بده که تا، بله، تا 100 سال دیگر یاد بکنن و بگن وای وای اخ اخ بکنن. اینطوری، این لازم و ضروری هست. بله برادر، حالا بقیه شیعیان افغانستان چیکار بکنن؟ شیعیان ایران چیکار؟ لازم هست که اینها حرکت بکنن. من فکر میکنم که شیعیان عراق خودشان اینقدر قدرت و شجاعت دارن که این کار را انجام بدن، و مشکل این اختلافات بین خود اینها هست، و حالا من نمیدانم که چرا حرکت اینها ضعیف این مناطق را نتوانستن دوباره به دست بگیرن. حکومت عراق باید خودش اصلاحهای پیشرفته به دست بیاورد. دیگر من اوناش زیاد اطلاع ندارم که اونا حکومت عراق چی کار میکنه و چرا نتوانسته پیشروی بکند، یا پیشروی اگر کرده چرا جزئی بوده، من اوناش اطلاع ندارم. دیگر باید، بله، حکم شرعیش را من بیان کردم. بله، حکم شرعیش به رأی این حقیر اینه که این کار اتفاق بیفته. بله، اما در اصل در صحنه چی میگذرد اونش من دور هستم، من نمیدانم. بله، و شما در این مسائل با علمای اعلام که اونها از من داناتر هستند، مانند آیت الله وحید خراسانی، حتما از ایشان بپرسید. رأی من شاید اشتباه باشد، شاید درست نباشد. بله، ولی از اونها مشوره کنید و از اونها بپرسید ببینید اونها چی میفهمند.